لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران محترم، امروز درس ما و شما عنوانش فقط نصیحت است. شاید کلمه نصیحت را همه شنیده باشید، ولی یک کلمه خیلی مهم و خیلی اساسی است که خود ابن منظور در لسان العرب که 80,000 کلمه در او جاورده، اضافه تر از 80,000 کلمه در بین کلمات زبان عربی، یکی از کلمات مهمترین کلمه نصیحت گرفته و حتی گفته که هیچ عبارت و جمله دیگه نصیحت را تشریح کرده نمیتونه غیر خود نصیحت. و امام شافعی صاحب میگه که پیغمبر اسلام تمام فهمش و تمام اصطلاحات را که استعمال میکنه از قرآن کریم است، یعنی از کلام خداوند است، سبحان الله. چیزی که پیغمبر اسلام میگه از قرآن کریم و از کلام خداوند و از رب العالمین او را اقتباس میکنه. و ائمه مجتهدین و علمای دین چیزی که با ما و شما میاموزانه او از پیغمبر اسلام اقتباس میکنه. و کلمات عربی را غیر از پیغمبر اسلام هیچ کسی مکمل نمیفهمه. این گپای امام شافعی است. پیش از اینکه به درس بریم، عادت ما شما به این رفته بود که کلمات تشریح میکنیم لغتا و اصطلاحا. نصیحت چی را میگه در لغت و نصیحت چی را میگه در اصطلاح؟ که معمولا در درس هایی که ما شما میخوانیم معنای لغوی زیاد مراد نمی باشه، معنای اصطلاحی مقصود ما شما می باشه. کلمه نصیحت میگه، عرب میگه که نصحت العسل من الشمع، نصحت العسل من الشمع. عسل را از چیزای اضافیش که اگر بال زنبور است یا کاس یا گیاس یا کدام چیز دیگه است، پاک ساختم، خالص ساختم. معنای نصیحت به این معنا چی میشه؟ که یک مسلمان را وقتی که آدم نصیحت میکنه به حالت فطرت در میارش، از چرک گناه، خطا، اشتباه و اخلاق رذیله نجاتش میده و متخلق میسازش به آداب نبوت، به اخلاق نبوت، به اخلاق یک انسان واقعی و یک انسان محبوب در نزد رب العالمین و رسوله الامین و در نزد مسلمان. و خطابی در معنای اصطلاحی که یکی از جمله علمای کلام است، لغت البته زبان کلام نیبو بخشین، چرا کلام علم عقیده را میگه، یکی از جمله علمای زبان است، لسان.
که ما شما برش میگیم. او میگه که نصیحت در اصطلاح نیت کردن اراده خیر برای منسوح لهو، نیت کردن اراده خیر برای منسوح لهو. یکی را بفهمین که ناصح کسی است که نصیحت میکنه، منسوح لهو کسی است که برای از او نصیحت میکنی. ناصح کسی است که نصیحت میکنه، منسوح لهو کسی است که برای از او نصیحت میکنی. اینال ناصح اراده خیر و فلاح و کامیابی و سعادت دنیا و آخرت برای منسوح لهو میکنه، یعنی برای کسی که برای از او نصیحت میکنه. اگر اراده خیر دنیا و آخرت و فلاح و پیروزی و رستگاری دنیا و آخرت در او نصیحت نباشه، بازو فضیحت است، او نصیحت نیست. به طور مثال یک نفر به یک نفر میگه که برادر اگر می نماز بخوانی خوب است، اگر به جماعت بری خوب است، اگر قرآن بخوانی خوب است، با اسلوب بسیار خوبش، باز آدابش براتم پسند میاد. این نصیحت است. اما یک نفر پدرش بچه خود میگه که بچه اگر چاقو کش زنی بسیار خوب است، یک دو نفر هم بزنی، اگر دزدی کنی بسیار خوب است، اگر دشمن پدرکلانت که یک وقت سر پدرکلانت چشم کشیده بود چشمش بکشی به چاقو برات خوب است. این نصیحت است، این فضیحت است. به همین خاطر در تعریف اصطلاحیش میگه که اراده خیر و فلاح و رستگاری و سعادت برای منسوح لهو در دنیا و آخرت. انشاءالله واضح است. نه میاییم حدیث که روایت میکنه، حدیث حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه، صحابی جلیل القدری که ما به استعداد ازی و علما امت به استعداد و لیاقتش و اخلاصی ازی ایران است. و ای صحابی جلیل القدر شما برای ما گفته بودین که احادیثی را که میگنیم و صحابی هم کمک مالی فشار درست بود. ای صحابی جلیل القدر دو امتیاز نسبت به دیگه اصحاب پیغمبر اسلام داشت، دو امتیاز. یک امتیازشی بود که از جمله بسیار تاجرای کلان بود در وقت جاهلیت. در وقت جاهلیت هم اینقدر صاحب اخلاق حمیده بود، مسیحی بود، که برای پیغمبر اسلام توفه میداد، پیغمبر اسلام توفهش را قبول میکرد و از هیچ کسی دیگر قبول نمیکرد پیغمبر از وقت جاهلیت. حتی با یادتان است که یک نفر آمد در غزوه بدر، خیلی آدم شجاع بود، برای پیغمبر اسلام گفت که یا رسول الله، یا محمد، ما به می غزوه بدر هم رایت اشتراک میکنه. صحابه بسیار خوشحال شدن که یک آدم شجاع، شمشیرزن و دلاور و مشهور امرای ما شد، مورال گرفتن. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که ایمان آوردی؟ گفت نه. گفت که برات حاجت ندارم برو. در حالی که مسلمان ها اشد حاجت برش دادن. باز یک فرسخرا که آمد، بازم یادم آمد که یا رسول الله، یا محمد، من میزنم دشمنت تو یک غنیمت میگیرم اجازه بده. گفت ایمان داره که خدا یکی است و ما پیغمبر خدا؟ گفت نه. گفت برات ضرورت ندارم. در مرتبه سیم که آمد ایمان آورد، برای جفکیانی میتانی را بیشتر کنید. از این صحابی جلیل القدر پیامبر اسلام نظر به اونمون نور و فراست ایمانی که داشت به این خیر میدید و می توفیش هم یکره. این یک امتیاز ازی بود. و امتیاز دوم ازی است که شما بیاد دارین که تمام صحابه از پیغمبر اسلام حدیث روایت میکنه. همه طور است نه؟ از صاغر از اکابر حدیث روایت میکنه، شاگرد از استاد حدیث روایت میکنه، ولی پیغمبر اسلام از تمیم داری حدیث روایت کرده. این دیگه امتیازش است. پیغمبر اسلام چی کرده؟ گفته که حدثنی تمیم داری و قال کذا و کذا و کذا. این امتیاز دومش است. و این حدیثی که از تمیم داری روایت شد ایران براتان میگم. دیگه امتیاز از صحابی جلیل القدر چی است؟ که در سال 9 هجری این مسلمان میشه.
یعنی دو سال پیغمبر اسلام زنده میمانه بعد از این، ولی آنقدر احادیث روایت کرده، آنقدر علم فراموخته که به اندازه زیاد باز زمیجه به خاطر امی تمیم داری یک ضرب المثل مقوله جور شده در عرب، خاص به خاطر تمیم داری میگه لا عبرت لمن سبق بل عبرتو لمن صدق، لا عبرت لمن سبق بل عبرتو لمن صدق. عبرت به این است که یک نفر پیش یک کار شروع کنه، عبرت به این است که آدم صداقت داشته باشه در کار خود. یک شاگرد از صنف اول تا دوازده میخونه، بازی گوشی میکنه، به صنف نمیره، ناکام برای هیچ چیز یاد نمیگیره. یک نفر دیگه است میاد در صنف دوازده داخل میشه، کوشش میکنه، از دوازده سال ازی که دلایق تر میباشه. تمیم داری این از امی تیپ صحابه بود که لا عبرت لمن سبق بل عبرت لمن صدق. عبرت به این نیست که تو سابقه داری، عبرت به این است که تو چقدر صداقت داری، چقدر صداقت. از امی خاطر صحابه میگن، صحابه که ان ابا بکر ما کان لیسبقنا فی الصلاه والصیام، حضرت ابوبکر که ایمانش در یک پلی ترازو گذاشته میشد و ایمان امت ده دیگه، ایمان ابوبکر قوی تر است. صحابه میگه که نمازش از نماز ما کده زیاد نبود، روزش هم از روزه ما کده زیاد نبود، ولی دو چیز داشت، دو چیزش زیاد بود. یکی ای که خدا و رسول خدا را بسیار دوست داشت، اعمال قلب است اینه، و دیگه ای که خدا را دوست داشت و خلق خدا را نصیحت میکرد، خدا را دوست داشت و خلق خدا را همیشه نصیحت میکرد. اینش وقت ابوبکر صدیق پیدا نمیکرد که یک نفر نصیحت نکن. این دو امتیازش بود، اگر نه عبادت و صحابه کلش عابدین بودن، کلش عابدین بودن. تمیم داری کدام حدیث است که پیغمبر اسلام از او روایت میکنه؟ روایت اکابر عن اصاغر، بزرگا از خردا، استادا از شاگردا، در کدام حالت روایت میکنه؟ در حالتی که شاگرد یک چیز نادر، یک چیز مهم، یک چیز حیاتی را بیاره به میدان برده، یک چیز فوق‌العاده یاد داشته باشه، بگه استاد از روایت میکنه. اگه استاد یاد داشته باشه و هم بگه خود روایت نمیکنه. آله بیاین که میره به حدیثی که پیغمبر اسلام از تمیم داری رضی الله تعالی عنه روایت کرده. تمیم داری میگه ما در وقت جاهلیتم بودم، تجارت میکردم، به کشتی سوار شدم، به طرف کدام کشور میرفتم، کشتی طوفانی شد. حدیث صحیح است که در بخاری شریف هم موجود است و در مسلم هم موجود است. به یک کشتی که رفتم طوفانی شد و می کشتی دو شق شد، 40 نفر بودیم، امی 15 نفر همراه من ماند و دیگهش از پیش ما گم شد، نمیفهم کدام سو رفتن. خوشمال و طوفان ما را زد به یک جزیره آورد که هیچ نمیفهمیدیم که کجا هست. اینمیجا فعضا به حیوان احدب یقابلنا، دیدیم که یک حیوان احدب پیش روی ما آمد. حیوان احدب به چهار پای روان است، احدب یعنی سر و پای و دست و رویش هیچ معلوم نمیشه، کلش موی است. امی قسم حیوان احدب میگن عربی، چی است؟ موی، ولی به زبان آدم هم رای ما گپ میزنه. برای ما گفتن که شما کیستین؟ ما گفتیم ما عرب هستیم. گفت از کجا آمدین؟ گفتیم که ما از جزیره العرب. گفت شما را یک نفر کار داره پشت ما حرکت کنیم بیاییم. میگه ما سن یکی دیگه خود که سیل کردیم، گفت او وقت زیاد به شیطان و به جن باور داشتیم، گفتیم که اگر بریم یا نریم خود شیطان است یا جن است میکشیم، خب بیا بریم دو قدم پیشتر که چی گپ هست، اگه گپ خوب بفهمیم. پشتش رفتیم، ما را دادان یک سوراخ آورد، دیدیم که یک نفر به این شکل که دستایش پشت سرش است و به زانای خود سشتگی زانایش بسیار محکم بسته است و یک موجود بسیار هیبتناک و خیلی خراب و خیلی بدقواره. ما را که به اینجا رساندم حیوان احدب گم شده است پیش ما. امی شای از ما پرسان کرد که ما انتم، عربی علما تشریف داره برای غیر ذوی العقول استعمال میشه، برای بیجان استعمال میشه. شما چی چیزا هستین؟ سنگ هستین؟ چوب هستین؟ درخت هستین؟ میگه ما برش گفتیم که ما از جزیره العرب آمدیم، انسان هستیم، ولی ما انت تو چی هستی؟
تو خودش به انسان نمیمانی، تو سنگ هستی، چوب هستی، از کدام قبیل هستی، تو چی هستی؟ اردوشان کلمه مار استعمال میکنه، در ذوی الخلق کلمه من میآید، من انت، تو کی هستی؟ بر انسان، بر جمادات ما میآید. متوجه هستی؟ این باریکی را کم کم میگم، اگر چو قضیات شامل درس نمیشه خوب است. باز میگم آدم به ما گفت، همی آدمی که دستایش بسته است، گفت که در بینتان نبی امی مبعوث شده. برش گفتیم که آه مبعوث شده، تو چی میفهمی؟ گفت من میفهم. گفت قومش امرایش چی کرد؟ گفت امرایش جنگیدن. گفت اتمن باز پس امی آدمی که بسته است برش میگه که اتمن قومش مغلوب شد. گفت باز قومش مغلوب شد، یه آدم میدان برد. گفت در شام از شام شما حرکت کردین؟ گفت ما از شام حرکت کردیم. گفت امو یک باغ خرمای بسیار کلان تاریخی که بود، امو درختاش بود یا نه؟ گفت که درختاش نبود. از فلانه جزیره که حرکت کردیم، که او جزیره را حالا میگن در بین سوریه و بین اردن است، آبش بود یا نه؟ گفت ما آبی از او هست. میگه برای ما گفت که هر وقت او آب خشک شد، باز ما به طرف مدینه میاییم، ولی در مدینه بر مشکلات پیدا میشه. بگه شما اگه بودین باز پیش ما بیاییم. گفتیم خوب، خوب است. دیگه اینمی گپ سبب یزی میشه که تمیم داری به یک ترتیب از اون جزیره میبرای چیز نمیگنش و میایی به طرف مدینه پیش پیغمبر اسلام و همی حدیث برای پیغمبر اسلام این قصر همی که یا رسول الله من تو شهید دیدی میگنی اول مسلمان شو که باز روایتت قبول شد. مسلمان میشه، میگه من دیگه مسلمان هستم، تو آدم ده او کوها تو را شناخت، تو حتما پیغمبر برحق است. مسلمان شد، میگه من تو حدیث دیدم. باز پیغمبر اسلام میگه که این حدیث حضرت اسماء روایت میکنه که نماز صبح پیغمبر گفت صبر کنین بعد از نماز که حدثنی التمیم الداری رضی الله تعالی عنه، که حضرت تمیم الداری حدیث برای ما گفت. باز این حدیث دجال برش برای صحابه روایت میکنه. پیغمبر اسلام از یگانه صحابی که روایت کرده تمیم داری، که حال همی حدیث شما و شما میخوانیم که الدین و نصیحه قالوا لمن یا رسول الله قال لله و لکتابه و لرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم. همی حدیثش دیگه. ای امو قصه دجال است که بازو یک درس مستقل دیگه کار داره. منتها آل کتابای را که اگر مراجعه کنیم، امو جزیری که دجال برای تمیم داری گفته بود آبش خشک شده، فقط در بعض جا یک متر است، در بعض جا یک زانو ماندن. میگه در بعض جا یک متر است، در بعض جا یک زانو. گفته بود هر وقت او خشک شد باز منتظر ما باشین، من میآیم. دیگه دجال اینا نمیفهمید که او چوا خشک میشه. نه این گپ ما را متوجه شده. از قصه دجال میریم میایم به اصل حدیث خود. پیغمبر اسلام گفت که الدین و نصیحه و نصیحت وظیفه انبیاست، و در نصیحت غیر از این حدیث احادیث زیادی دیگه هم مذکور است، خیلی احادیث زیاد که به طور فشرده بعضی احادیث براتون میخوانم. یک حدیث است که حضرت حذیفه ابن یمان روایت میکنه، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منهم ومن لم يمسي ولم يصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. کسی که به امور مسلمانا اهتمام نمی کنه از جمله مسلمانا نیست، و کسی که صبح سرش می آید، شام سرش می آید، به خاطر خدا نصیحت نمی کنه، به خاطر رسول الله نصیحت نمی کنه، به خاطر قرآن نصیحت نمی کنه، به خاطر ائمه پادشاه ها عمرای مسلمان ها نصیحت نمی کنه، به خاطر عامت الناس نصیحت نمی کنه، از جمله مسلمان ها نیست. نصیحت خارج گپ کلان است. حدیث دوم حدیث جریر ابن عبدالله است که میگه بایعنا رسول الله صلی الله علیه و سلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. ما يك دفع مراي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم بيات كردن كي نماز ميخاني زكاة ميتي وبر أر مسلمان نصيحت ميكوني. معناه شيس كي حديث
تمیم داری در ردیف نماز میره، نماز و زکات اهمیتش میبینه که بعد از نماز و زکات و نصح لکل مسلم. حدیث دیگه ایست که در سنن ابو داود است، ان الله یرضى لكم الثلاث، خداوند سه چیز براتون راضی میشه، از سه چیز از پیشتان راضی میشه، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناسه وان تناسه من والله الله امركم وان تناسه من والله الله امركم. خداوند چیز سه چیز از پیشتان راضی میشه. چیز اول که خدا را عبادت بکنه و به او شریک نداره. چیز دوم که اعتصام به حبل الله کنه، بر اسمان خداوند چنگ بزنه. بعضی مردم میگه وحدت داشته باشه، وحدت هم داشته باشیم، ولی چنگ زدن بر اسمان خدا وحدت هم از تفسیرهای زیاد داره. به نظر من است که یک ریسمان از عرش معلا به طرف زمین آویزان است، به مو چنگ که میزنی سر تأثیر ربانی و تأثیر معنوی و تأثیر روحانی میکنه، مثل که اکسیم برق دز بزنی سر تأثیر میکنه. این ریسمان رب العالمین است که یک سلسلیش به عرش معلا بسته است پیش رب العالمین و یکیش در زمین است، به می چنگ بزنی که تا تأثیرات خود در تو ایجاد کنه، تو را پاک بسازه، تو را نظیف بسازه، قلبت روشن بسازه. و دیگه ایست که عمرای مسلمان ها را باید نصیحت کنی. و حدیث نصیحت را از جمله اونمو چهار حدیث هم گفتن. کدام چهار حدیث بود؟ یکی از حدیث حضرت، چهار حدیثی که گفته بودیم امام احمد حنبل مسند خود از یک میلیون حدیث ساخته، امام بخاری شریف از 200,000 حدیث ساخته، ابو داود از 200,000 حدیث ساخته. باز گفتیم که اگر چهار حدیث بخونیم معنایش کل دین یاد گرفته. حدیث اولش کدام بود؟ اینم الاعمال بنیاد. حدیث دومش حدیث نعمان ابن بشر بود که الحلال و بین و الحرام و بین باید تان است. حدیث سومش حدیث حضرت عایشه بود که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. حدیث چهارم میگه می دین و نصیحت است، ولی امام نووی میگه که نه، دین و نصیحت مکمل مدار دین است. مثل که میگه امام شافی گفته که اگر هیچ قرآن نازل نمیشد غیر سوره و العصر، که و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کافی بود که هیچ قرآن دیگه نازل نمیشد. امام نووی میگه که هیچ حدیث دیگه نمی بود، حدیث نصیحت می بود، امی کافی بود که مسلمان ها رای خدا پیدا میکردن و گمراه نمیشد. که باز در تشریش که بیاییم شما اهمیتش هم بیدون. خب حدیث امی که ما میگیم که پیغمبر اسلام فرمود الدین و نصیحه، قالو لمن یا رسول الله، قالو لله. نصیحت برای خدا، نصیحت برای خدا چی معنی؟ نصیحت برای خدا چی معنی؟ شما لی ببینید، نصیحت برای خدا می معنا که خدا را به وحدانیت بشناسیم، توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت، توحید در اسما و صفات داشته باشیم. توحید در ربوبیت چی است؟ توحید در ربوبیت امیست که انفراد خداوند به اداره تمام کارها که در جهان میشه. خدا روزی میده، خدا نان میده، خدا زندگی میده، خدا عزت میده، خدا آبرو میده. خلاص براتون بگم که مسئله عقاید نره. توحید الوهیت چیست؟ انفراد الله به عبادت، او از طرف خدا بود یا از طرف بنداش که تنها خدا را پرستش کنیم، این توحید الوهیت است. و توحید اسما و صفاتش چیست؟ که خداوند در اسما و صفاتش به او هیچ کس شریک ندانیم، نه اسمش را تعطیل کنیم، نه تشبیهش کنیم و نه با مخلوقات او را ام مثل امتا بگوییم. توحید خدا را داشته باشیم، عبادت خدا را بکنیم، اطاعت خدا را بکنیم، اوامری که خداوند نازل کرده از او امتثال بکنیم، نواهی که
گفته از او اجتناب بکنیم و راهنمایی هایی که کرده او را قبول کنیم، پیغمبرایی که روان کرده قبولش کنیم و نبوت رسول صلی الله علیه و سلم بپذیریم چون خداوند امر کرد. این نصیحت برای خداوند است. نصیحت برای رسول صلی الله علیه و سلم چیست؟ ای است که رسول صلی الله علیه و سلم را از خود کرده، از مال خود کرده، از اولاد خود کرده، از پدر، از مادر، از خیش و قوم کرده محبوب تر بشماره. مال در راه دینش ضرورت باشه کمک کنیم، جان ضرورت باشه کمک کنیم، سر ضرورت باشه بتیم، خون ضرورت باشه بتیم. در سنتش، در حدیثش کسی که زیادت میاره اجازه برش ندیم، کسی که سنتش توهین میکنه اجازه برش ندیم، کسی که سنتش قبول نمیکنه اجازه برش ندیم و مطابق ارشاداتش عمل کنیم. بعضی مردم دی روزا پیدا شده که خدا اهل قرآن میگن حدیث پیغمبر اسلام قبول نمیکنه، در حالی که پیشتر براتون گفتم که تمام مفاهیمی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث آورده علاوه به اینکه مفاهیمش از قرآن است، حتی الفاظش هم از قرآن است.